معاون سفارت کشور ایران در کابل پایتخت افغانستان گفت مقامات طالبان برای پیگیری مشکلات مهاجران افغانستانی به تهران سفر می کنند. سید حسن مرتزوی معاون سفارت ایران در کابل از سفر مقامات طالبان برای پیگیری مشکلات مهاجران افغانستانی به تهران خبر داد. مرتزوی در دیدار با خلیل و رحمان حقانی سرپرست وزارت امور مهاجران طالبان گفت شرایط در ماه های اخیر در افغانستان به گونه ای رقم خورده که ایران میزبان جمع زیادی از مهاجران تازه وارد بوده است. لازم به ذکر است که پس از سقوط دولت در افغانستان موج جدیدی از مهاجرت شهروندان آن کشور به ایران راه افتاد و میزان حضور مهاجرین افغانستانی در ایران حدود یک میلیون نفر افزایش یافت. مرتضی افسود پس از روی کار آمدن حکومت جدید در افغانستان برخی مشکلات اداری برای مهاجران افغانستانی در ایران به وجود آمده است که مقامات دو کشور باید با همکاری و هماهنگی برای حل حداکثری این مشکلات اقدام کنند. چندی پیش خبرگزاری ایرنا که طالبان را یک گروه تروریستی متحجر و به شدت عقب افتاده با سوابق 25 ساله تکفیری توصیف کرده بود با اشاره به نشست مسکو با موضوع افغانستان مدعی شد که بعضی از کشورهای شرکت کننده از جمله ایران در آستانه تصمیم گیری برای به رسمیت شناختن حاکمیت طالبان بر افغانستان هستند. مدیر مسئول خبرگزاری ایرنا همچنین به رسمیت شناختن حاکمیت طالبان را یک خطای استراتژیک خان که تمام کشورهای منطقه را دوچار مشکلات امنیتی زیادی خواهد کرد گفتنی است، علا رقم این که تا کنون هیچ کشوری طالبان را به رسمیت نشناخته اما کشورهای روسیه، چین، ایران، پاکستان، ترکمنستان و قطر دیپلمات های طالبان را پذیرفتند علی اکبری اخبار شیعه